توی این ویدیو قصد دارم که وکال رپ رو به شکلی میکس بکنم که در نهایت به این شکل خروجی به اون بده. تنها بودم، تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم، سکوت شب صدای بارون، میترسیم دیگه از سایه هامون، تو لحظه های زندگی قماهی زده تو دهن خنده ها. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. علیرضا فروزنده هستم، با یه ویدیو دیگه، یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتونم. توی این ویدیو میخوام که وکال رپ رو براتون میکس بکنم، یه میکس خیلی خوب از وکال رپ داشته باشیم با هم دیگه، که ببینید که به چه شکل پیش میره. یک مقدار از پلاگینی که استفاده کردم یه مقدار تعدادش بیشتره، میخوام به ترتیب که پیش میریم یه مقداری شجاعت پیدا بکنیم تو استفاده از پلاگین ها، یعنی نترسید که ای وای مثلا یه پلاگین اکولایزر رو باز میکنید مثلا 10 تا کانال داشته باشه که یا خدا مثلا چی کارش کنم اینا. از همونا هم استفاده میکنم توی این ویدیو و توی این پروژه و ببینید که به چه شکلی پیش خواهد رفت. خب کل کاری که شنیدیم اولش، اول ویدیو شنیدیم کل کارو، الان بریم ببینیم به ترتیب چه کارهایی باید انجام داد که اون صدای نهاییمونو بگیریم. اولین پلاگینی که اعمال میکنم پلاگین آودیو ترک هست. آودیو ترک در واقع باز هم تمامی این از پک ویف هست. من هم لینکش رو زیر ویدیوها میذارم، حالا چه تو آپارات باشه، چه نماشا باشه، چه خود یوتیوب باشه، لینک دانلود پک ویوز رو داخل دیسکریپشن ها میذارم، همه رو یعنی به راحتی شما میتونید دانلود بکنید، دسترس قرار بگیرید. آودیو ترک هست اولین کاری که انجام میدیم ما روی وکال. با آودیو ترک من خب یه اکولایزر هست، من میخوام که در واقع کات بکنم فرکانس لو رو به این شکل. ببینید تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم، سکوت شب صدای بارون، میترسیم دیگه از سایه هامون، تو لحظه های زندگی قماهی زده تو دهن خنده هامون، نه نمیدونی شکستم، همه رفتن درارم. روی فرکانس 150 یه منفی 13 دسیبل کاهش میدیم و در واقع خیلی هم نمیبندم لو وکال رو، ولی میگم بستگی به جنس صدای رپرمون داره، ولی من ترجیح دادم که به این شکل و به این مقدار در واقع فرکانس لو رو بگیرم از وکالمون تا بریم برای بقیه مراحل. پلاگین بعدی که اعمال کردم Q10 هست. یک این همون اکولایزریه که یا خدا و یا ابوالفضل اینا به همراه داره، پلاگینیه که 10 تا کانال داره، به همون خیلی فرکانس های زیادی رو در دسترس قرار داده، برامون خیلی ریز شده. ببینید فرقی نداره اینی که 10 تایه، اینی که 5 تایه، اینی که 2 تایه، 6 تایه. تو ویدیو قبلی استفاده کردم که مثلا REQ4 REQ6 اینا رو همه رو استفاده کردم، هرچی تعدادش میره بالاتر خب محدوده ها و بازهای بیشتری در اختیارم قرار میده، خیلی چیز وحشتناکی نیست، یا این پیچ های این پایین خیلی چیز عجیبی نیست. به هر حال سعی میکنن گرافیکی ترش بکنن، خوشگل ترش بکنن، رنگ و رنگش بکنن و یا نه همش همون اکولایزر های ساده ماست. خب چرا یه اکولایزر دیگه، چرا مثلا با همون اکولایزر اولی این کار انجام ندن؟ میخوام که نترسید از پلاگین زیاد استفاده کنید، اصلا از 4 تا اکولایزر استفاده بکنید، با هر اکولایزر یک کار انجام بدید، نترسید، سعی کنید هی پلاگین های مختلف رو باز بکنید، ببینید که به چه شکل هست هر کدوم، چه فرقایی با هم دیگه داره، چی کارا با هم دیگه میکنن به این شکل. خب من تو محدوده فرکانسی 200 مقداری رو کاهش میدم و همینطور تو محدوده 375، یعنی اون محدوده هایی که تقریبا اصل وکالمون هست، بین 250 تا 500
ولی خب یه مقدار جلوترش با توجه به این صدایی که رپرمون داره سعی کردم که واقعا تضیف کنم چرا این کارو انجام داد. اول اینکه اون باکسینس رو بگیره، اون صدای باکسی رو از وکال بگیره. تو بعضی از وکال ها بعضی صداها خوبه اون باکسا، یعنی توی این بازه 250 تا 500 یا حالا 150 تا 500 خوبه اون مقدار باشه، ولی میگم بستگی به شرایط رکورد داره و جنس صدای رپری که کارو داره اجرا میکنه. برای همین من حالا با توجه به این صدا این مقدارها رو کاهش میدم، ولی در عوض توی بک وکال، ببینید بک وکال و وکال دقیقا نقشی که با هم دیگه و ارتباطی که با هم دیگه داره مثل کیک و بیس میمونه. ما بهش میگن ناچ کردن، ما میایم در واقع ناچ نه ماچ، ناچ کردن، ما میایم از بیس، از کیک در واقع بستگی به باز جنس کیک و بیسمون داره، ولی میایم مثلا بازه 100 110 رو از کیک یه مقداری میگیریم به بیس اضافه میکنیم. این باعث میشه اون تداخل تو اون ناحیه اصلی که میخوان قدرت خودشون نشون بده کیک و بیس، اون تداخل از بین بره. وکال و بک وکال هم همین حالتو داره، یعنی ما توی وکال این کار میکنیم در واقع توی باکسینس این قسمت سعی میکنیم تو بک وکال برعکسش انجام بدیم که یه ترکیب خیلی خوبه، یه بالانس خیلی قشنگی ایجاد بکنه، که حالا توی ویدیوی جداگونه باید راجع به بک وکال حرف بزنیم که بحثش خیلی طولانی هست. ببینید با این اکولایزر تنها بودم، تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم. خیلی خوب، اینم از این. پلاگین بعدی که اعمال میکنم CLA 76 هست، در واقع کمپرسوره، که توی این کمپرسور ببینید این کمپرسور مقداری فرق میکنه، یک مقداری شرایط فرق میکنه. چرا این کمپرسور رو اعمال میکنم؟ میخوام که یه مقداری، نمیخوام اصلا کاری به پختگی و حجم دادن ندارم، میخوام یه بالانسی بین بالاترین قله و پایینت و کف قله وکال ایجاد بکنم، یه مقدار این فشردگی رو انجام بدم، ولی نمیخوام اون کمپرسور اصلی باشه. کمپرسور اصلی در ادامه اعمال میکنم. این کمپرسور ابتدایش تو بعضی وکال ها، بعضی وکال هایی که خیلی در واقع کارمون یه کار تقریبا شلوغی هست و وکالمون یه وکال سبکی هست، یعنی اون جنس صدایی که رپرمون داره خیلی سبک هست، من سعی همیشه اولش یه بعد از اکولایزر و قبل اینکه کمپرسور اصلی رو بدم یه کمپرسور میدم که در واقع برسونمش به بیت، وکالو برسونم به بیت که کم نیاره، یعنی یه جورایی وکالمون برسه داستانش به بیت. برای همین میام به این شکل CLA رو اعمال میکنم که بدون اعمالش ببینید. تنها بودم، تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم. حالا با اعمالش. تنها بودم، تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم. سکوت شب صدای بارون، میترسیم دیگه از سایه هامون، تو لحظه های زندگی غم و هی زده تو دهن خنده هامون. نه نمیدونی شکستم، همه رفتن، درارم جون بستن، تهمت ناروا زدن، کاری بر نیومد، آجی از دستم. قرشی از سکوت من، سقوط لحظه های خوب، کنج اتاق تنهاییم، دوباره شلیکی از سیگار و دود. تو که نمیتونی حالمو درکش کنی، پس بهتره بری منو ترکش کنی. خیلی خب، اینم از اینم از CLA 76 مون. ای حالتی داره، ویژنش هم میتونید تغییر بدی، بلوی باشه بلکی، من بلکی حالا چون سنگین تر هست حالا بیشتر بسرم. و به این شکل اینپوت و آوتپوت رو یه جوری ست کردم با هم دیگه که بتونه اون حجم رو به هم بده و تا منفی 2 dB میانگین برام کارش رو انجام بده. حرکت بعدی کمپرسور اصلیم هست. اج کامپ خیلی دوست دارم این کمپرسور رو، خیلی وارم و اون پانچی که داره میتونه کمک بکنه خیلی به وکال. اینجا من لیمیترش هم فعال میکنم. ببینید بدون این کمپرسور. تنها بودم، تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم. با این پلاگین تنها بودم،
تناتر شدم، آتیش بودم خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم، سکوت شب صدای بارون، میترسیم دیگه از سایه هامون، تو لحظه های زندگی غم و هی زده تو دهن خنده هامون، نه نمیدونی شکستم، همه رفتن درارم جون بستن، تهمت ناروا زدن، کاری بر نیومد آجی از دستم، قرشی از سکوت من، سقوط لحظه های خوب، کنج اتاق تنهاییم دوباره شلیکی از سیگار و دود، تو که نمیتونی حالم. سعی میکنم در واقع توی این بازه قرمز رنگ کامپرسش انجام بده و بازیشو بکنه و اون حجم و پختگی رو بده به وکال و گرما رو بده به وکال. تنها بودم تناتر شدم، آتیش بودم خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم، سکوت شب صدای بارون، میترسیم دیگه از سایه هامون، تو لحظه های زندگی غم و هی زده تو دهن خنده هامون، نه نمیدونی شکستم، همه رفتن درارم جون بستن، تهمت ناروا زدن، کاری بر نیومد آجی از دستم. اینم به این شکل در واقع یه حجم خیلی خوبی میده، ولی حالا انتظاری نداشته باشید هر پلاگینی که میدیم یه دفعه واه یه تفاوتی بکنه که بگید آقا عجب چیزی. توی بخش و تو بحث میکس و مسترینگ همیشه مثلا ما ممکنه توی وکال حالا 5 یا 6 تا پلاگین رو اعمال بکنیم روی وکال و اینکه هر کدوم مثلا 10% تغییر ایجاد کنه، یعنی اعمال کردن و نکردنش تفاوتش 10% باشه. خب و این کنار هم قرار گرفتناشه که باعث میشه که در واقع 100% وکال ما یه میکس خوب داشته باشه. به این معنی نیست مثلا شما مثلا چه زمانی کمپرسور خوبه، وقتی که اعمال میکنید اصلا این رو به اون رو میکنه جنس و همه چیو میریزه به هم، نه اینجوری نیست. شما باید به شکلی از پلاگین ها استفاده بکنید که هر کدوم تاثیر کوچیکشو بذاره در کنار هم دیگه یه تاثیر بزرگ بذاره که باعث بشه وکالمون به شکل عالی میکس بشه. این اوتپوتشو میشه حالا در واقع این حالا من اینو بهتون بگم، این کنترل کردن این کمپرسور توی محدوده با تغییر دادن ریشیو ترشولد میشه که این اتفاق بیفته. باید حالا تغییرات انجام بدید روی وکالتون، باید ببینید که حالا چه مقدار چه میزان ریشیو ترشولدی مثلا اوکی هست برای وکالتون. پلاگین بعدی که اعمال میکنیم ما پویک تگ هست که در واقع ما های اندمون رو میخوایم یه مقداری بهبود ببخشیم و بهتر بکنیم، این کار رو انجام میدیم و این پلاگین رو اعمال میکنیم. ببینید بدون اعمالش چجوریه. تنها بودم تناتر شدم، آتیش بودم خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم با این پلاگین. تنها بودم تناتر شدم، آتیش بودم خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم. یعنی الان میشه گفت این وکال دیگه هیچی کم نداره، بی نظیر صدا میده. یعنی بدون این پویک تگ میشه گفت که کار داره هنوز. یعنی اگه وکال با بی توش مثلا میگفتیم میتونه بهتر بشه، جا داره، هنوز پخته نیست، ولی با این پلاگین میبینید که فوق العاده هم نشست هم مچ شد با کار. در واقع من اومدم های فرکانسی رو روی 12 گذاشتم و بوستش هم تا 7 آوردم بالا، اینا همه رو صفره. بوستش رو تا 7 آوردم بالا که میخواستم این مقدار رو در واقع تقویت بشه. تنها بودم تناتر شدم، آتیش بودم خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم. یه نکته هست در واقع چراغ کلیپی هست اینجا، وقتی این چراغ روشن بشه یعنی کلیپ میکنه. شما یه مقداری باید از پلاگین اچ کامپ آوتپوتش رو کم کنید. ببینید چرا تنها بودم تناتر شدم، ما اینجا اچ کامپ رو باز میکنیم، مقداری آوتپوت رو کم میکنیم از اینجا که تو اینجا ما به کلیپ نرسیم. تنها بودم تناتر شدم، بازم کلیپه. تناتر شدم، آتیش بودم خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم، سکوت شب صدای با. خب دیگه کلیپ نیست و از این نظر هم مشکل حل شد. آخرین پلاگینی که اعمال میکنم دیسر هست که همونطور که
توی میکس وکال پاپ در واقع داشتم توضیح میدادم و استفاده کردم که در واقع بالای صفحه میزنم که خواستید حتما ببینید میکس وکال پاپ رو. میایم سه ها رو میگیریم، چه ها رو میگیریم که الان ببینید متوجه میشید بعضی سه ها رو خب تو وکال سه ها خیلی سه شنیده میشه، چه ها یه دفعه خیلی میزنه بیرون. ما با دی اس ار کنترلش میکنیم. ببینید بدون دی اس ار تنها بودم، تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم. با دی اس ار تنها بودم، تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم، سکوت شب صدای بارون. دیدید که شه و سه و چه و اینا رو خیلی خوب گرفت و کار وکالمون تموم شد. یه وکال رپ خیلی خوب، یه قسمتش رو دوباره بشنویم. تنها بودم، تنها تر شدم، آتیش بودم، خاکستر شدم، بهار اومد تا خوش گذشت بهم، پاییز اومد و من پرپر شدم، سکوت شب صدای بارون، میترسیم دیگه از سایه هامون، تو لحظه های زندگی غم و هی زده تو دهن خنده هامون، نه نمیدونی شکستم، همه رفتن درارم جون بستن، تو اومد ناروا زدن، کاری بر نیومد، آجی از دستم. به این شکل یه وکال بسیار خوب. همه چی این کار خوبه، حالا تعریف بکنیم بد نیست. بیت کار از خودم هست، این کار مهدی فارس به نام نیش هست که توی دوتا آلبوم قبلی که منتشر کرده بود تولید این کار با بنده بود و اینکه حالا میکسش هم موقع انجام شد، ولی الان خواستم در واقع دوباره میکس رو انجام بدیم، ببینید که به چه شکلی انجام شده. لینک دانلود این کار هم براتون میذارم توی دیسکریپشن، حتما برید دانلود بکنید کارو بشنید، بسیار کار خوبیه. مهدی فارس بسیار رپر خوبی هست و اینکه کارشو من خیلی دوست دارم، حالا کارم که با هم دیگه جمع کردیم خیلی کارهای خوبی شده و اینکه در واقع راجع بک وکالم حتما کلیپی میگیرم، یه ویدیوی دیگه تولید میکنیم با هم دیگه که ببینیم بک وکال چیکار میکنه، ما وکالو داریم با بک وکالا باید چیکار بکنیم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید، حتما لایک و سابسکرایب کنید اگر این ویدیو خوشتون اومد، اگه براتون مفید بود. یه لینک حمایت مالی هم توی دیسکریپشن هست، اگه واقعا این کلیپ براتون مفید بود ممنون میشم که حمایت بکنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.